الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. در تفسیر آیات مبارکات سوره بقره بودیم، گفتیم که خدای تبارک و تعالی در ابتدای سوره بقره مردم را به سه گروه تقسیم می کند. گروه اول پرهیزکاران هستند و صفات پرهیزکاران را خدای متعال ذکر کرده. گروه دوم کفار بودند که خدای متعال صفات آنها را ذکر کرد، که در جلسات گذشته اون آیات مبارکه را ذکر کردیم و تلاوت کردیم. از بحث امروز شروع می کنیم به بیان گروه سوم، که این گروه منافقان هستند. یک کسانی هستند که منافق هستند. اینها نه کافر هستند نه مسلمان، در ظاهر مسلمان هستند، در باطن کافر هستند. اینها هم گروه سومی هستند که دارای یک صفات خاصی هستند، که این آیات مبارکه اون صفات خاصه اونها را بیان نموده. ما هم اگر شخصی را دیدیم که دارای این صفات هست، می توانیم کشف بکنیم که این شخص منافقه، زیرا که منافقین فقط در زمان پیغمبر نبودند، منافقین در همه زمانها هستند. در زمانهای قبل از پیغمبر بودند، در زمان پیغمبر بودند، در زمان بعد از پیغمبر بودند، در این زمان هستند، در زمانهای آینده هم خواهند بود. اگر کسی دارای این صفات بود، می فهمیم که منافق است. و اگر کسی از ما خدای ناکرده یکی از این صفات را داشت، باید سعی بکند که این صفت را از خود بزداید تا اینکه در زمره منافقین قرار نگیرد. خدای تبارک و تعالی در قرآن در این آیه که آیه 8 از سوره بقره هست و آیات بعد آن، میگوید و من الناس من یقول آمنا بالله، با زبان ایمان آورده میگوید که من خدای متعال را قبول دارم، و بالیوم الاخر، من به روز قیامت اعتقاد دارم. پس با زبان لفظ ایمان را جاری کرده، ولیکن خدا می فرماید و ما هم به مؤمنین، اینها در واقع مؤمن نیستند. اینها کسانی هستند که دروغ می گویند، قلبشون ایمان را نپذیرفته. خب بحث هایی که در این آیات هست از این قراره. بحث اول اینه که خدای متعال در این چند تا آیه از سوره بقره که از آیه 8 تا آیه 16 هست، سه مطلب را درباره منافقین بیان فرموده. اولا معنای نفاق، منافق چیه؟ این آیات مبارکات معنای نفاق را
بیان نموده، ثانیاً صفات منافقین را خدای متعال بیان نموده در این چند آیه که یک شخص منافق چه صفاتی دارد، و امر سوم این است که نتیجه نفاق و منافق را خدای متعال در این آیات نیز ذکر نموده. پس معنای منافق، دو صفات منافق، سه نتیجه نفاق و جزایی که منافقین میبینند این آیات بیان کرده. اما مطلب اول، معنای نفاق. شاید در بعضی از جلسات گذشته اشاره به معنای نفاق شد. منافق کسی است که در لفظ و در زبان و در ظاهر اظهار ایمان میکنه، ولیکن قلب او پذیرش این ایمان را نداره. ممکنه بداند که پیامبر صحیحه، راستگوه، از نظر شناخت بشناسد، ولیکن پذیرش نداره، نمیخواد قبول بکنه. در یکی از جلسات گذشته بیان کردیم که یک منافق با یک مؤمن در زمان پیغمبر منافقینی بودند که اینها به لفظ شهادتین را بیان می کردن و یقین داشتند که پیامبر هم فرستاده خداست. اینها در نماز هم شرکت می کردن، در نماز جماعت، در جهاد هم شرکت می کردن، در وظایف ظاهری مسلمان ها هم شرکت می کردن. پس چرا اینها منافق بودند؟ خب یقین داره که پیغمبر فرستاده خداست، به زبانم اشهد ان محمد رسول الله را هم جاری میکنه، نماز هم میخونه. مثلا چرا این منافقه؟ چون که درسته که به زبان جاری میکنه و یقین داره، شناخت داره که این فرستاده خداست، ولیکن پذیرش نداره، نمیخواد قبول بکنه. سابقا یک مثالی زدیم، گاهی مثلا یک شخصی، یک عزیزی از دست او رفته، خب میدونه که این مرده، علم داره که این مرده، از اون طرف هم گریه میکنه برای مردن او، اما باور نداره. یعنی چی میگیم این باور نداره؟ باور نمیکنه، یعنی نمیخواد قبول بکنه، پذیرش نداره، با اینکه علم دارد و از نظر ظاهر هم عزاداره، اما قبول نمی کند، پذیرش نداره. این مثال برای تقریب بود. منافق هم همینه، ممکن است که یقین داشته باشه پیامبر فرستاده است، شهادتین را هم بر زبان جاری بکنه، ولیکن پذیرش نداره. حالا چرا پذیرش نداره؟ یا از باب کینه است، مثل بعضی از مشرکین مکه که اینها نسبت به پیغمبر کینه داشتند، یا از نظر حسادت، حسد می‌ورزیدند از پیغمبر صلی الله علیه و آله، یقین داشتند این پیغمبره، چون که معجزات پیغمبر را با چشم خود می‌دیدند. خب در فتح مکه دیدن مصلحتشون در این است که اظهار اسلام بکنن، خب اظهار اسلام هم کردن، یقین داشت که این پیغمبره، اظهار اسلام هم می‌کرد، اما با این حال منافق بود. چرا؟ چون که پذیرش نداشت، قبول نداشت از نظر قلبش. چرا قبول نداشت؟ چون که نسبت به پیغمبر حسادت می‌ورزید. خب این تا قبل از این که فرستاده خدا باشد، یعنی نبوتش اعلام بشه، یک فردی از ما بود، شاید هم از نظر ظاهری خودشون رو بالاتر می‌دونستن. یهو این فرستاده خدا بشه و بگه من فرستاده خدا نباشم، خب حسده. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، یا از باب کینه است، چون که اینا مثلا بعضیاشون با پیغمبر جنگ کردن، خب معلومه که پیغمبر مجبور به دفاع شدن و در جنگ هم خب از طرفین افراد کشته شدن، از مشرکین هم یه عده کشته شدن. خب بعضیا اینا پدر کسانی بودن که بعداً در ظاهر اسلام آوردن، برادرشون بودن، فرزندشون بودن، فامیلشون بودن، و کشته شدن فامیل خودشون را از چشم پیغمبر می دیدند، می دیدن به دست پیغمبر و یاران پیغمبر اینها به قتل رسیدن.
حالا فکر نمی کردن که خودشون متجاوز بودن، حمله کردن، میخواستن پیغمبر را بکشن، پیغمبر مجبور به دفاع شدن، خب در این دفاع بعضی از فامیل اونها کشته شدن. اما خب طبیعت بسیاری از انسانها اینه که در فکر حق و باطل نیست، در فکر خود و ذات خود هست. خب خیلی از اینها کینه پیغمبر را بر دل داشتن، با یقین به اینکه فرستاده خداست و با اینکه از روی مصلحت تلفظ و شهادتین را میکردن، اما با این حال منافق بودن. این صفات را که این آیه ذکر کرده هر شخصی دارا باشه، اولا باید سعی بکنه که این صفات را از خودش بزداید. چرا؟ چون که وقتی که این صفات را دارا هست، این شخص منافق میشه. ممکن است یک منافق با جهاد با نفس خودش نفاق را از خودش بزداید، چون که صفات نفسی یک چیزهایی هست که انسان میتواند اینها را تغییر بده. درسته گاهی تغییر دادنش مشکل است، اما این قابلیت و قدرت را خدا به انسان داده که صفات ناپسند را از خودش بزداید و این قابلیت را به انسان داده که صفات خوب را در خودش پرورش بده. این اولا. و ثانیا، اگر ما کسی را دیدیم که دارای این صفات بود حقیقتاً، باید بدانیم که این شخص شخص منافقیه، هر کی میخواد باشه. خب بعضی ها هستن که میترسن، میگن فلان شخص از بزرگان بوده، فلان شخص مثلا یار پیامبر بوده صلی الله علیه و آله، چگونه ما بگیم این منافق است؟ جواب اینه که آیات منافقین در کی نازل شد؟ بر بنی اسرائیل، در راجع به بنی اسرائیل بوده یا راجع به همین کسانی بوده که در مدینه به پیغمبر اسلام آوردن ولیکن اسلامشون دروغین بوده؟ همین افرادی که در فتح مکه بعضی هاشون اسلام آوردن و اسلامشون دروغین بوده، راجع به اینها نازل شد. حالا بزرگم باشه، باشه، بزرگتر از ابو لهب که نیست، که ابو لهب عموی پیغمبر است صلی الله علیه و آله. بزرگتر از ابو جهل که نیست، ابو جهل یکی از اشراف قریش بوده که در جنگ بدر به دست مسلمان ها به قتل رسید. افراد بزرگ باشن، باشن، حق از همه بزرگتر است. لذا انسان بایستی نگاه بکنه. آیات قرآن هم که برای ما نازل شده صفات منافقین را ذکر کرده، قصه که نیست، فقط برای این است که خود ما سعی بکنیم این صفات در خود ما ایجاد نشه و ثانیاً منافقین را هم بشناسیم که گولشون را نخوریم. چون که ممکن است انسان یک شخصی را بزرگ تصور بکنه، گولش را بخوره. خدای تبارک و تعالی صفات افراد خوب را ذکر کرده، صفات افراد بد را هم ذکر کرده که انسان ببینه این صفات خوب بر کی منطبقه، این صفات بد بر کی منطبقه، فردا گول این بدان را نخوره. از اون طرف هم پیرو این افراد خوب باشه. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین، با راستگویان باشید. پس بنابر این صفات منافقان را هم ذکر کرده و نتیجه نفاق را هم ذکر کرده که اگر کسی هم منافقه یا بعضی از صفات منافقین را دارد، یا اینکه ممکنه در معرض این باشد که صفات منافقین در او پدیدار بشه، با فکر به عاقبت این نفاق و نتیجه نفاق از نفاق دوری بگزیند. ولهم عذاب علیم. این بحث اولی که در این آیات شریفات داریم. بحث دوم
این است که خدای تبارک و تعالی در این آیات مبارکات می‌فرماید و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر. در اینجا ذکری از ایمان به پیامبر نیست. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم به مؤمنین. چرا در این آیه صفت ایمان به پیامبر صلی الله علیه و آله ذکر نشده، با اینکه منافق و منافقان میمدن میگفتن و اشهد انک رسول الله، علاوه بر اینکه شهادت به توحید میدادند، شهادت به نبوت پیغمبر هم میدادند و تمام منافقینی که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و زمانهای بعد از پیغمبر بودن و هستند، اینها از نظر ظاهر رسالت و نبوت پیغمبر را اقرار بهش میکنن، به زبان جاری میکنن. چرا این ذکر نشده؟ با اینکه ارکان اسلام سه چیزه که اگر کسی یکی از این سه چیز را نداشته باشه مسلمان نیست، کافره. یک، ایمان به خدای واحد. دو، ایمان به پیامبر صلی الله علیه و آله. سه، ایمان به معاد. یعنی اگر کسی خدا را قبول نداشته باشه این مسلمان نیست، اگر کسی پیغمبر را قبول نداشته باشه اینم مسلمان نیست، اگر کسی روز قیامت را هم انکار بکنه این هم مسلمان نیست. این سه چیز ارکان اسلامه. حالا اگر کسی این سه چیز را از نظر ظاهر به زبان جاری بکنه اما بعضی مسائل دیگر اسلام را قبول نداشته باشه، این کافر نیست. ممکنه منافق باشه، ممکنه فاسق باشه، مسلمان هست، احکام اسلام هم بر او جاری می شود ولو اینکه فاسق باشه یا منافق باشه. لذا اصول دین که ما ذکر می کنیم 5 تاست که توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد، این در واقع اصول دین صحیح و اون اصولی برای دینی که خدای متعال می‌خواسته. یعنی کسی که یکی از این 5 چیز را معتقد نباشد این در واقع مسلمان نیست، گرچه در ظاهر مسلمان هست. اما اگر کسی مثلا عدل را نپذیره یا امامت را نپذیره اما توحید و نبوت و معاد را بپذیره، این در ظاهر مسلمان هست، حکم مسلمان هم بر او جاری باشه می شود، گرچه در واقع ممکنه حکم کافر را داشته باشه اما در ظاهر حکم مسلمان را داره، احکام اسلام برش جاری میشه. که احکام اسلام یکیش این است که مثلا از مسلمان ارث میبره، خون او، مال او، ناموس او محفوظه. اگر به اصطلاح عطایایی برای مسلمان ها باشه شاملش میشه، اگر یک مالیاتی بر مسلمان ها باشه از او گرفته میشه و امثال اینها از احکام اسلام، در مقابر مسلمین دفن میشه حتی اگر منافق باشه. پس ایمان به خدا، ایمان به پیغمبر، ایمان به معاد، اگر کسی داشته باشه این در ظاهر مسلمانه، گرچه در واقع کافر باشه یا حکم اسلام را در واقع نداشته باشه اما در ظاهر رفتار یک مسلمان با او میشه. حالا سوال اینه، بعد از این که پایه‌های اسلام ظاهری، ایمان به خدا و ایمان به پیغمبر و ایمان به معاده، چرا در این آیه ایمان به پیغمبر ذکر نشده؟ و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الآخر و ما هم به مؤمنین. جواب به خاطر این است که ایمان به روز قیامت این در واقع فرع ایمان به پیامبر صلی الله علیه و آله، یعنی کسی که ایمان به روز آخرت دارد این در واقع ایمان به پیغمبر هم دارد، یا کسی که اظهار ایمان به روز قیامت می کند این هم اظهار ایمان به پیغمبر هم می کند. چرا؟ چون که ایمان به آخرت از مختصات اسلامه، از مواردی است که اسلام با ادیان دیگر در او شریک نیست.
چرا؟ چون که مسیحیان اصلا ایمان به آخرت ندارند. شما از اول تا آخر انجیل را و اناجیل را اگر ببینید هیچ ذکری از آخرت نیست. در تورات فعلی که تورات محرف یهودیان هست هیچ ذکری از آخرت نیست، مگر در یک جا، اونم احبار و بزرگان یهود میگن که مراد از آخرت در اینجا نام نیکه، یعنی این شخص که میمیره ذکر خوب از او در دنیا خواهد بود، همین، و الا مردن را نهایت زندگی افراد میدانند. لذا اگر کسی به کتابهای مقدس مراجعه بکنه، کتابهای مقدس یهود و نصارا، میبینه که هیچ ذکری از آخرت نیست. اگر هم گاهی بعضی از اینها ذکر آخرت را میکنند، یا مطلع نیستن از دین و مذهبشون، و یا اینکه به خاطر اینکه مثلا تأثیر بذارن بر مسلمان ها یا بعضی افراد، چون که حس جاودانی طلبی که از غرایز انسانه، انسان دلش میخواد همینجور بمونه، جاودان طلب هر انسانی، میخوان این حس و این غریزه که در هر انسانی هست که خدا در فطرت هر انسانی قرار داده، از این راه سوء استفاده بکنن و افراد را مثلا به کیش و آیین خودشون جلب بکنن. نتیجتاً کسی که اظهار ایمان به روز آخرت می کند، این قبل از اظهار ایمان به روز آخرت اظهار ایمان به پیامبر هم کرده، ولذا نیازی نبود که در این آیه ایمان به پیامبر ذکر بشه. چرا؟ چون که مبنای قرآن کریم این است که الفاظ را خیلی موجز با معانی رسا بیان میکنه. چون که یکی از چیزهایی که در فصاحت خیلی تأثیر داره میگن که ایجاز غیر مخل. ایجاز غیر مخل معناش اینه که انسان تا میتواند الفاظ را مختصرتر با معانی شیوا و رسا. ما گاهی میبینیم که یک فردی دو کلمه به زبان جاری میکنه، یک دنیا معنا در این دو کلمه هست، و گاهی یک شخص میاد یک صفحه صحبت میکنه، این یک صفحه صحبت شاید یک مطلب یا دو مطلب در او بیشتر نیست. فصاحت و بلاغتی که از ارکانش ایجاز غیر مخله، یعنی اختصاری که به معنا صدمه نزنه، هم معنا رو مستمع و مخاطب بفهمد با مختصرترین الفاظ. اینجا ایمان به آخرت در برگیرنده ایمان به پیغمبر هم هست، لذا با عبارت مختصر معنا را به شکل رسا و شیوا این آیات مبارکات میرسانند. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر ولکن و ما هم بمؤمنین. اینا در ظاهر مؤمن هستند اما در واقع مؤمن نیستن. خب این منافق چه صفتی داره؟ چه غرض و هدفی داره؟ منافق یخادعون الله والذین آمنوا. خب این چرا میاد اظهار ایمان میکنه؟ سوال. یک کسی که قبول ندارد خدا را، قبول ندارد پیغمبر را صلی الله علیه و آله، چرا میاد اظهار ایمان میکنه؟ جواب، میخواد گول بزنه. کیو میخواد گول بزنه؟ یعنی کسی که دروغ میگه. چرا دروغ میگه؟ سوال. چه نیازی به دروغ داره؟ میخواد مخاطب را گول بزنه. این منافق کیو میخواد گول بزنه؟ میخواد خدا رو گول بزنه، میخواد پیغمبر را گول بزنه، میخواد مؤمنین را گول بزنه. خدای تبارک و تعالی میگوید یخادعون الله، میخوان که خدا رو گول بزنن، که انهو خدا جاهل، نستجیر بالله، اطلاع نداره. با اینکه خدای متعال یکی از صفاتش این است که خدا علیمه، عالمه، بلکه اطلاع داره حتی از نیت انسان. و نحن اقرب الیه من حبل الورید.
این رگی که شاهرگی که در گردن انسانه که خون را از قلب به مغز میرسونه، اینو بهش میگن ورید، شاهرگ. خب شاهرگ چقدر به انسان نزدیکه؟ اصلا حیات انسان به این شاهرگه. این شاهرگ قطع بشه انسان زندگیش را از دست میده. خدای متعال میفرماید و نحن اقرب الیه من حبل الورید. نه فقط خدای متعال اطلاع از قلوب ما دارد، بلکه خدای متعال این قدرت را به بعضی از ملائکه و بعضی از اولیاء صالحین هم داده که اطلاع از نیت افراد هم داشته باشن به اذن الله سبحانه و تعالی. خب پس این منافقی که در قلبش قبول نداره خدا و پیغمبر و آخرت را، قبول نداره اسلام را، حالا اومده اظهار اسلام کرده، چرا؟ میخواد خدا رو گول بزنه. آیا میتونه خدا رو گول بزنه؟ جواب خیر، خدا که گول نمیخوره. روایت داره ان الله لا یخدع عن جنته. انسان خیال نکنه که خدا رو گول بزنه و بتواند از راه گول زدن خدا بهشتی گیرش بیاد. ریا بکنه، هدفش اسم و رسم خودش باشه نه هدفش خدا باشه، بعد فردا هم توقع داشته باشه که خدای تبارک و تعالی به او پاداشی بده. ان الله لا یخدع عن جنته، خدا گول نمیخوره. اینا یخادعون الله، خدا رو میخوان گول بزنن. اما آیا خدا گول میخوره؟ جواب خیر. اللهم صل على محمد و آل محمد. 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 یک نکته ای هست در اینجا، در این آیه خدا فرموده یخادعون الله، نگفته یخدعون الله، یخادعون. یخادعون این از باب مفاعله هست، چون که در لغت عربی یک فعل ممکنه ثلاثی مجرد باشه، این فعل با ثلاثی مزید شدن او، با اضافه بعضی حروف به او که 10 باب ثلاثی مزید داریم، معانیش متفاوت میشه. خدع یعنی گول زد، ضرب یعنی زد، ضارب یعنی دو نفر با هم دیگه مشغول زدن شدن. یعنی اگر یک فردی فرد دیگری را زد میگیم ضربه، زد. یک شخصی شخص دیگری را یاری کرد میگوییم نصره، یاری کرد. اما اگر هر دو این کار را نسبت به همدیگر انجام دادند، اینجا به ثلاثی مزید میبرنش باب مفاعله، میگن ضاربه زیدون عمرن، یعنی زید با عمر کتک کاری کرد، هم زد هم خورد. قاتله، قاتله یعنی چی؟ یعنی جنگ کرد با طرف مقابل، طرف مقابل هم باش جنگ کرد. اینجا خدا در این آیه کلمه یخادعون الله به کار برده. چرا؟ چون که اونها میخواهند خدا رو گول بزنند، اما خدا هم بیکار ننشسته، خدا گول نمیخورد، بلکه خدای متعال جزای این سعی برای گول زدن را بهشون میده. یعنی خدا نه تنها گول نمیخوره، بلکه نتیجه کار را به خودشون برمیگردونه. یعنی میخوان خدا رو گول بزنن، خدا گول نمیخوره. چرا میخواد خدا رو گول بزنه؟ تا به یک مصالحی برسه. خدای متعال نه تنها گول نمیخورد، بلکه اون مصالح را به اونها نمیدهد، یا اینکه اونها را عقاب میکنه در دنیا و در آخرت. یخادعون الله، سعی میکنن که خدا رو گول بزنن. والذین آمنو، سعی میکنن که
افراد مؤمن را هم گول بزنن. چرا؟ چون که مؤمنین که علم غیب که ندارن، خب میبینن یک نفر آمد، این نفر اظهار اسلام کرد، در ظاهرم میاد در مسجد نماز میخونه، خب ممکن است که گول بخورن. ولیکن مؤمنان حقیقی گول نمیخورن. چرا؟ چون که مؤمنان حقیقی صفات منافقین را میدونن چیه. خب وقتی یک فردی آمد اظهار اسلام کرد، چند روز بعد کشفش میکنن که این دروغگوه، این منافقه. لذا منافقین در زمان پیغمبر معلوم بودن کیان. حالا یک کسانی بودن رأس منافقین بودن، مثل عبدالله ابن ابی که رأس منافقین بوده، که خب سوره منافقون و آیات زیادی راجع به او و یارانش نازل شده. یک کسانی بودند که اینها مخفیانه بودند، یعنی منافق حرفه‌ای بودند، زرنگ بودند، خیلی مثلا به اصطلاح ما دم به تله نمی دادند. اما بازم مؤمنین اینها را باختند که اینها منافق هستند. بله یک عده افراد ساده لوح در اون زمان و حتی تا این زمان بعضی منافقین را نمی شناسند، چون که این افراد ساده لوح در واقع مؤمن حقیقی نیستند. اما مؤمنین حقیقی این افراد منافق را زود کشف میکنند. یخادعون الله والذین آمنوا. آیا به نتیجه میرسن؟ ممکنه بین مردم یک شخصی شخص دیگری را گول بزنه به نتیجه برسه. دو نفرن با هم مثلا تجارت میکنن، یکی از این دو نفر دومی را گول بزنه، چه که بی محل بهش بده جنس را بگیر و بعد فرار بکنه. خب طرف مقابل میگه گول خوردم. یا اینکه چیز ارزون را گرون به او بفروشه، میگه گول خوردم. اما کسی که در دین بخواهد مخادعه بکنه، میخواد خدا و مؤمنین را گول بزنه، این در واقع خودش را داره گول میزنه. یعنی چی خودش را داره گول میزنه؟ یعنی خیال میکند با این نفاق به نتیجه میرسد، در واقع با این نفاق به نتیجه نمیرسه. عذاب آخرت حتی در دنیا، اگر بعضی هم از مصالح مختصر دنیاوی هم گیرش بیاد، در مقابل ضرری که می کند ناچیزه. خب بعضی از منافقین بودن، خب یک چیزایی هم گیرشون اومد در جنگ هایی که با پیغمبر مثلا بودن، یک غنایمی هم گیرشون اومد. بعضی هاشون مثلا بعد از پیغمبر به ریاست و امارت و امثال اینها رسیدند. اما اینها در مقابل ضرری که کردن ناچیزه. مثل یک کسی است که 10 تومان سود بکنه 1 میلیارد تومان ضرر بکنه، این نمیگن این سود کرده، درست حالا 10 تومان دستش اومده، اما مقابل ضرری که کرده ناچیزه، به چشم نمیاد، به حساب نمیاد. لذا خدا میفرماید که و ما یخدعون الا انفسهم. خودش را داره گول میزنه، خیال میکنه با این نفاق مصالحی را کسب میکنه، اما در واقع آخرت خودش را برباد داده. چون که منافقین گاهی از کفار هم عذابشون بیشتر هست. در آیه شریفه داره ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، در ته ته جهنم هستن، که هرچی پایین تر باشه عذابش بیشتره. خب آخرتشون برباد، از کافر بدترن خیلی هاشون، دنیاشون هم برباده. یعنی مؤمنین اینا رو کشف میکنن، آبرو ندارن مقابل مؤمنین. اگر هم یک غنیمتی، یک ریاستی، یک چیزی هم گیرش بیاد، مقابل ضرر دنیوی که میکند خیلی خیلی زیادتره. یعنی شما مثلا نگاه بکنید معاویه و یزید و امثال اینها، یک افرادی هستن که مثل معاویه که در 20 سال از بعثت پیغمبر با پیغمبر جنگ کرد. روز بدر معاویه در جنگ بود، اما در جنگ در لشکر مشرکین بود، نه در لشکر مسلمان ها. در جنگ های دیگری که بر علیه پیغمبر بود بعضی ها شرکت کرده بود. خب در فتح مکه هم در ظاهر اسلام آوردن، برای اینکه حالا دیدن که خب حکومت اسلام گسترش پیدا کرد و برای حفظ مصالح خودشون اظهار اسلام کردن. خب بعد از پیغمبرم صلی الله علیه و آله ریاستی هم گیرش اومد و یک چند صباحی هم حکومت کرد. بعد از حضرت امیرم 20 سال بود و
حکومت داشت، اما این حکومتی که داشت، این ریاستی که پیدا کرد، حالا قطع نظر از آخرت که آخرتش برباد هیچ، اما در همین دنیا مقابل ضرری که کرد خودش و بستگانش ناچیزه. شما اگر در تاریخ مراجعه بکنید، اولا معاویه و بنی امیه لعنت تاریخ هستند از اون روز تا الان. اگر کسی بخواد یک شخصی را به مکر و حیله و فریب و حق بازی و اینها تشبیه بکنه، به معاویه تشبیه میکنه، شیطنتی که داشته. بعدش هم بعد از مدتی بنی عباس که اومدن سر کار، قبور تمام بنی امیه را نبش کردن، به استثناء قبر یکیشون را، قبر معاویه را نبش کردن، قبر یزید را نبش کردن، قبر تمام بنی امیه را به استثناء عمر بن عبدالعزیز را نبش کردن، اون مقداری که از بدنشون مونده بود، از استخوانهاشون مونده بود در آوردن، اونها را آتش زدن، نسلشون را کشتن، از بین بردن. و الان شما از نسل بنی امیه کیو میبینید؟ هستن یک کسانی که از نسل بنی امیه هستن، اما همه مخفی میکنن، چون که لعنت تاریخ شدن، خجالت میکشه بگه اجداد من بنی امیه هستن. در زمان مأمون، مأمون دستور داد که بنی العباس را آمار بگیرن، که چند نفرن بنی العباس در زمان مأمون. آمار گرفتن بنی العباس را، از 30,000 نفر بیشتر بودن، با اینکه حالا فاصله عباس تا مأمون کمتر از 170 سال بوده، یعنی خلال 170 سال اینها 30,000 نفر رسیده بودن. اما الان شما از نسل بنی العباس کسی رو میشناسید؟ هستن یک کسانی، اما مخفی میکنن، نمیگن. چرا؟ چون که لعنت تاریخ شدن اجدادشون، خجالت میکشن بگن اجداد ما بنی امیه و بنی عباس هستن. نتیجتا همین دنیا، درسته چند روزی ریاستی گیر معاویه و امثال معاویه اومد، اما مقابل ضرری که کردن، این ریاسته، این منفعته ناچیزه. همین ضرر دنیوی غیر از ضرر اخروی. یخادعون الله والذین آمنوا، خدا میفرماید که و ما یخدعون الا انفسهم، چون که کارشون موجب خسارت دنیا و آخرته. و ما یشعرون، چون که وقتی کسی مشغول حق بازیه، درک نمی کنه، که خیال می کنه که زرنگی داره می کنه، خیال می کنه که داره استفاده می کنه. اگر یقین داشت که داره زیان می کند، این کار را نمی کرد، اما خیال می کنه که داره سود می کنه، ولیکن در واقع سود نداره می کنه. و ما یشعرون، شعور این را نداره که بفهمد که چقدر دارد زیان می کند. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. این هم بحث دوم در این آیات مبارکات. حالا یک بحثای دیگری هست که انشاءالله برای جلسه آینده اینها رو میذاریم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ورحمة الله وبركاته.